ای گهوار جنبان و ای بستر خواب ابدی من، ای سرزمین پر افتخار من، ای این من عظمت و شرف را تنها در خون پاک جوانانت احساس می کنم و افتخار می کنم که ایرانیم و زادگاه ایران است. تا ابد دوستت دارم و به میثاقی که با تو بستم پایبندم. ای وطن، ای ایران من. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. با درود و سپاس بیکران به شما شنونده بسیار گرامی در هر جای جهان پهناور که صدای ما را از رادیو ایران مثل تجزاه ستا دولیو krihd.com یا krihd.co مثل کو و همچنین با سپاس از جناب گنابادی رادیو سرباز.com میشنوید ساعت 12 نیمروز به گاه ایستون تگزاس، 7 شامگاه اروپای مرکزی، امروز 24 اردیبهشت ماه 2575 شاهنشاهی کوروش هخامنشی برابر با 13 ماه می 2016 میلادی در خدمت جناب آقای دکتر سعید احمدی و بانو شوره نظر هستیم. با درود به شما فرهیختگان، بفرمایید. پس پاس جناب توکلی گرامی، درود می‌فرستم به بانو نظر و جناب والی و همچنین جناب گنابادی در رادیو سرباز. پیشکش میکنم درودهای گرم خودم رو حضور همه همیهنان گرامی در سراسر ایران عزیزمان و در پهنه ایران بزرگ، همه پارسی زبانان و پارسی گویان و همه کسانی که افتخار میکنند از خانواده بزرگ ایران زمین هستند. فردا مصادف است با سالگرد زادروز فردوسی و بدون شک فردوسی کسی است که با وجود گرانبها و پرمایه خود نه تنها زبان فارسی بلکه تاریخ ما رو در طول قرن‌های متمادی حفظ کرد و اجازه نداد و او هم بود تنها کسی که توانست با نبوغ ذاتی و عشق به ایران با سرودن شاهنامه در واقع ارتباط قطع شده میان ایرانیان رو با گذشته خود و با تاریخ پدرانشان برقرار کند و آنچه که امروز ما داریم از این راه مرد بزرگ است. چون فردا برنامه نداریم، من امروز پیش دستی کردم که زادروز این بزرگ مرد ایرانی رو حضور همه همیهنان گرامی، همه خواهران و برادران در تاجیکستان و در افغانستان و همه پارسی گویان در سراسر فلات بزرگ ایران شاد باش است کنم. در برنامه امروز خواهش کردم از خانم نظر با ما باشن و از دانش ایشان، تجربیات ایشان و همچنین اظهار نظر در باب مسائلی که این روزها گریبانگیر ملت ایران است، به خصوص مسائل اقتصادی و بالاخص پس از برجام شکست‌های اقتصادی دولت روحانی و بدهی‌های کلان این دولت به بانک‌ها، راندخاری، فساد در سیستم مالیاتی، فساد در سیستم بانکی و اقتصادی و خلاصه مشکلاتی که به لحاظ ایدئولوژیک این رژیم فرقه‌گرا با همه همسایگان و کشورهای منطقه و همچنین کشورهای جهان دارد به گفتگو بنشینیم و از نظریاتشان بهره ببریم. بار دیگر درود بفرستم خدمت شما بانو نظر گرامی. درود بر شما آقای احمدی عزیز و درود بر همه شنوندگان رادیو سرباز، آقای توکلی عزیز
در جنات پناهگزین رو زمین و به اتفاق از تحقیم عزیزان داره این که عزیزان میگن که از طریق این ویدیو ما این یک و گفت رو در جوزه جهان با همیهنانمون داشته بشیم و با یک دنیا سپاس از شما برای این که باید دیگر من مهمان برنامه شدم که بسیار بسیار دوست میدارم که از طریق این برنامه نقطه نظر رو خودم به با شنوندگان شما در میون بگذارم. سپاسگزار هستم. حضورتون عرض میکنم که من پرسشی دارم که دوست دارم سرکار به صورت مبسوط به پرسش من پاسخ بدید و اون این است که شرایط اقتصادی پس از برجام رو شما چگونه میبینید و به طور کلی اوضاع فعلی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ من در ارتباط با هم که از نقطه نظر مسائل سیاسی ما در منطقه میده دارد و خصوصا میهن عزیزمون میتوانم به سایه نظر بکنم، ولی برداشتهی که در ارتباط با مسائل اقتصادی هست باز برگرفته از گمانهای سیاسی بنده خواهد میده. چون تخصصی در رابطه با مسائل اقتصادی ندارم و دوست میدارم که اون چیزی که در حیطه دانشم هست با شما بر تقریبا قسمت بکنم. در ارتباط با برجام و این که ما منتظر این باشیم که احتمالا اتفاقی در رابطه با این مهم بیفتد، آنچه مسلمه دیگر در هیچ کس پوشیده نیست که این یک بهتر از این چیز سیاسی بود از طرف جهان به جمهوری اسلامی. یعنی به هیچ عنوان من تصور نمی کنم که یک عقل سلیمی در دنیا وجود داشته باشه که بتواند باور سلیم بگذارد که می شود با مجموعه به نام جمهوری اسلامی اینها کاری بکنند. به همانطور که خود شما متوجه هستید و در اخبار شنیده اید و می دانید به طور قطعیت حرکتی رو که ما با نام برجام و بیشتر میشه به شعار تلویزیونی و خوراکهای رسانه‌ای بود این کار، به خاطر اینکه اذهان عمومی رو در ایران آماده بکنن برای اینکه باز یک وقتی خریده بشه برای آنچه که قرار است در ایران حادث بشود. اما اینجا به باور من به خوشباوری رو دیگه کم کم این کسانی که خودشون بازیچه این داستان بودن، چون بعدی برجام رو بطور کلی یک فریبی برای وقت خریدن جهان میدونم. به هیچ عنوان من باور در این ندارم که قرار بوده است که با یک طرحی در ایران ما شاهد سلامتی باشیم. با تکرار میکنم، چون تصور من در اینه که به هیچ عنوان هیچ دولتمندی، هیچ دورنگر سیاسی، هیچ کسی که به هر حال همه این شخصیت‌هایی که ما می‌بینیم در ارتباط با این مهم رفت و آمد داشتن، شخصیت‌های بسیار کارکشته بودن، ما توقع نداشته باشیم که آقای روسیه یا احتمالا نخست وزیر انگلستان یا آقای امریکای ما ندارد که در ایران چی میگذرد. نتیجتا این خوشباوری که ایران دوچارش شد و زود زدیدی خیلی هم زود آقای دکتر توی زودش خود و متوجه شد که این رفت به جایی نخواهد برد. پس شما از دید اقتصادی که خب به طب همه ما میبینیم و میدانیم که نه تنها تغییر مهمی ایجاد نشده، بلکه اقتصاد ایران در یک شرایط بسیار اسفباری است که حداقل این دولت و این رژیم نمیتواند برای اون کاری بکنه و این رو ثابت کردم. اما به لحاظ سیاسی هم شما معتقد هستید که این یک ترفند بوده برای خریدن وقت. جامعه جهانی خواسته این کار رو بکنه. چرا جامعه جهانی خواسته این وقت رو برای خودش بخره؟ تاریخ دیگه این کنار آنه دکتر، آنکه که در منطقه داره میگذاره نه در دست سوریه است، نه در دست تهران، نه در دست اردوغان است، نه در دست آقای نتانیاهو،
نه در دست السیسی و نه در دست هیچ کس در منطقه است. الان قرار است که یک فعل انفعالاتی انجام بشه. بازی بسیار زشتی در سی و اندی سال شروع شد در ارتباط با تقسیم منطقه. من باز هم شاید برای هزارمین بار هست که میگویم که با یک فیلمی که در اختیار همه عزیزانم 5 سال پیش از این گذاشتم همه این حرفا رو زدم و باور رو بر این داشتم و دارم که آنچه که قرار بود نشانی گرفته بشود در منطقه سینه ایران و مغز اسرائیل به دلیل اینکه این دو کشوری بودند که مزاحم منطقه بودند و نمیتوانست جهان آنطور که میخواهد از این منطقه بهره‌برداری بکنه. نتیجه در این بازی هایی رو که ما شاهدش بودیم که البته کلید اون در افغانستان و پاکستان زده شد و بعد هم متاسفانه به جمهوری اسلامی و کشیدن اون به مصر و لبنان در الاخر خرد شد و یادتون باشه که اسرائیل هم در این بازی بی نصیب نمون مغز اسحاق رابین نشانه گرفته شد، شایان به خوابی مصنوعی رفت، بسیارانی در اونجا وقتی آمدن که چاره‌ای بکنن به ناگاه ما دیدیم دست‌های از غیر رسی، یکی دوست شد، یکی کاهن شد، یکی متجاوز به دختری فرستاده از امریکا شد. حالا این اگر رئیس جمهور بود شد، اگر نخست وزیر بود شد، اگر رئیس ستاد کل ارتش بود جابجا شد. زمان متاسفانه همه این بازی ها رو به طور مشخص در منطقه میبینیم. منتها امروز به جایی رسیدیم که ما فکر میکنم به کسانی که باور داشتن که با دربشوی سیاسی میشود در جهان حکومت کرد، باور کردن که مردم جهان به طور بیدار است. من تقاضا میکنم امروز روی واژه بیشتر با هم دقت کنیم جناب دکتر، و اون واژه مسلمان و کریمی و مسیحی و زرتشتی و بهاییه. یعنی اینها اول آمدند با کشورها تقسیم بندی کردند، بعد داخل کشور شدند و این کشور رو با اقوام تقسیم بندی کردن، کاری که میخواهند انجام بدهن یعنی تقسیم منطقه، و بعد این رو با کمال تعصب کشاندن به باورهای مذهبی مردم، یعنی خصوصا کشورهایی رو که آمادگی اون عوام فریبی رو داشت. یعنی ما به کمال تعصب آمادگی یه امتحانی داده بودیم ساره بچه دو، یعنی وقتی آمدن و آقای خمینی رو به ناگاه از پستی در آوردن و خواستن که من و شمای ایرانی با هر ترفندی که بود در این زمان این باور رو بیدن که این تواند کاری بکند، در یک بزنگاهی ما متاسفانه رسوزه شدیم. ما درستی که آقای خمینی فرستادیم بیرون، ما درستی که آقای خمینی تصدیق کردیم، در این رسوزه شدیم آقای دکتر، و اونجا نرسیده شدیم که باور کردیم که آقای ارشد میتواند بخوابد صبح بلند شد آیت الله بشه، و این رو هم خود ما کردیم. ببینید این بخشی از مسئله فصل ما، این بخشی از مسئله فصل جهانه. ما خودمون از این بی‌استعدادی رو نشون دادیم. نتیجتا این آقا حسن براعت میگیره و پادشاه ایشون رو به تبدیل میفرستن. اونجا جهان تغییر نبض ما رو گرفتی، ما استعداد در رابطه با مذبخ بود و از همین زمان بود که این بازی زشت منتهی می شود به سال 1357 رو ما تجربه می کنیم. یعنی همین آقا رو در چند سال بعد، یکی دو دهه بعد می فرستن، چون می دانند که بهترین کسی هست که می تواند این بلبشو رو در منطقه برپا بکنه. البته این تست فقط در رابطه با ایران نبود، این تست در رابطه با کشورهای دیگه هم بود که متاسفانه ما شاهدش بودیم که بسیار
بسیار بسیار بد جواب داده. اگر ما مقاومتی کردیم آقای دکتر به دلیل که سرهنگی هست که شما برنامه رو باعث کردید با این تو بلند فردوسی با اسمی که من فکر میکنم که جایگاه بسیار مهمی هست در رابطه با مسئول سیاسی ما داره، چون او بود که به من هشدار داد که چگونه باید در آینده خودمون رو آماده بکنیم برای مبارزه بسیار ناجوانمردانه. سپاسگزار. حضورتون عرض میکنم که شاهد بودیم که اخیراً یک فرد مسلمان آقای صادق خان پاکستانی تبار شهردار لندن شد و هر روز شاهد هستیم که اسلامیست ها در اروپا پیشروی بیشتری دارن، همچنین در ایالات متحده آمریکا هم وضعیت به گونه ایست که اجازه میدهد که در واقع پیروان نه اسلام به معنی یک اعتقاد بلکه پیروان اسلام سیاسی بتوانند در اینجا و آنجا جهان روز به روز قدرت بیشتری بگیرن و در صحنه سیاسی خودنمایی بیشتری داشته باشن. در این رابطه شما تصور میکنید که چرا یک چنین شرایطی امروز بر جهان حاکم هست و اینها به چه دلیل هم آمریکایی ها و هم اروپایی ها به این گونه دارن مماشات میکنن با اسلامیست های سیاسی و روز به روز خود اینها اونها رو دارن تقویت میکنن و نتیجه این روند به کجا خواهد رفت؟ آقای نسید زدید از خدمت شما عرض بکنم که در خلاف بسیاری که باور بر این دارن که جهان به خاطر کامل بر مسائل پیرامونی خودش داره، اصلا چنین نیست. من بر خلاف نظر بسیارانی که فکر میکنن که این مردم آزادی خواه جهان ما به طور کل باختند، باید بگم نه، اون جهان خورانی باختند که فکر میکردن که میشود آزادی رو در قفس کرد، میشود حقیقت رو در قفس کرد. نمیشه. یکی از این مسائلی که شما الان بهش اشاره کردید بسیار بسیار زیبا بود، اون هم شهر شدن به ناگاه نگاه‌های پاکستانی در انگلستان، به باور من این نشانه ضعف سیاسی اون مملکت. شما خودتون شاهد بودین که ما حتی کمتر از 24 ساعت نگذشته بود که چه بربشوری رو در انگلستان شاهد بودیم. و فکر نکنیم که این شطوری که اینها فرستادن در خونه پاکستان به در خونه افغانستان یا حواری که بر سر مصر و ایران و دیگر کشورهای منطقه اومد فقط این شطور در اونجا باقی مونده. خیلی صادر شده اروپا و اگر جهان نخواهد این باور رو داشته باشه که نقشه ها و مسائلی که در ارتباط با جهان امروز ما بوده متاسفانه نه بلکه خوشبختانه باشه که از روبرو شده و باید طرح نو در انداب، مطمئن باشیم که این به همین تندیکایی که من شما هم در زندگی میکنیم میتونه کشیده بشه. منتها من نه از سر خوشبینی بلکه از سر حقیقتی که بر جهان ما حاکمه من فکر میکنم که بسیاران متوجه این مسئله شدن. اتفاقی که نقشه جغرافیایی رو در منطقه طوری دیگری میخواستن امروز متوجه شدن که کنترل اون از دستشون ساقط شده، حتی با به وجود آوردن داعش خیالی. چون من همیشه گفتم داعش نیست، این داعشی نیست که ما در رسانه ها میبینیم. این داعش به وجود آمد برای اینکه تشکیل بکنه نگرانی ها رو و یک ویلوی سر خرمنی باشه برای منطقه. چه این داعش تنها حربی هست که میتونن همچنان این وحشت رو در دل مردم جهان بله حضورتون از کنیم که سوالی که برای من مطرح هست این است که به هر روی گفتگوی میان تمدن‌ها چیزی که آقای
خاتمی در واقع از قصه اولیه شهبانوی ایران دزدید و به نام خودش و برای فریبکاری اون رو در جهان مطرح کرد. اما این فلسفه گفتگوی بین تمدن‌ها و تعامل بین تمدن‌ها خب همیشه حتی از زمان‌های قدیم هم یک بحث بسیار جدی بوده است. حتی در دوران باستان هم میان کشورهای بزرگ اون زمان ایرانی‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها این بحث‌ها و گفتگوها بوده است. دانشمندان و فلاسفه از یک مملکتی به مملکت دیگر می‌رفتند، ماه‌ها و سال‌ها اونجا مقیم می‌شدند، بحث می‌کردن، گفتگو می‌کردن و این برنامه به این شکل بوده. در سال‌های اخیر ما می‌بینیم که به صورت گفتگوی تمدن دیگر نیست، بلکه به صورت تهاجم یک فرهنگ است و فرهنگ‌های دیگر. و این تهاجم رو کسانی که مورد هجوم این فرهنگ قرار می‌گیرند به راحتی می‌پذیرند، با اینکه می‌دانند مورد هجوم قرار گرفتن. من مثال می‌زنم، اگر فرض فرمایید کسی بخواهد در کشور عربستان سعودی برود و یک کلیسا درست بکنه، یا این که بگویند شهردار ریاض یک مسیحی بشود، مسلما به هیچ روی این در اونجا پذیرفته نیست و اجازه چنین کاری رو به هیچ کس نمیدهد. و یا مثلا فرض فرمایید در کشور خود ما ایران رئیس مجلس ایران یک مسیحی بشه، به هیچ وجه این اجازه رو در این مملکت نمیدن. و این شیوه کشورهای اسلامی است. بنابراین اون ماجرای تعامل و گفتگوی میان تمدن‌ها اینجا به طور کلی از بین می‌رود. و این به این شکل در آمده است که ما به شما فشار می‌آوریم، ما از شما چیزهایی رو می‌خواهیم، اگر عمل نکردی با انفجار، با ترور، با گرفتاری هایی که برای شما ایجاد میکنیم شما رو وادار به انجام میکنیم و شما هم با کمال میل این رو میپذیرید. چه واقعیتی پشت این مسئله وجود داره که سازمان های امنیتی و سرویس های جاسوسی این کشورها همه این مطالب رو میدونن، این افراد رو به دقت شناسایی میکنن، اما همه اونها رو آزاد میذارن تا زمانی که فاجعه‌ای رخ بده، حتی اگر این فاجعه در کشور خود اونها هست. و پس از اینکه این فاجعه رخ داد، اون وقت میاد تو مطبوعات و سر و صدای درباره اون به پا میشه و بعد گفتگوها و حالا برخی موافق برخی مخالف و مسئله به صورت یک بحث و خوراک مطبوعاتی در میاد، در یه مدتی بعد فروکش میکنه، از بین میره و دو مرتبه آغاز میشه. در این ماجرایی که به این ترتیب چند سال است، یعنی از هنگام روی کار آمدن رژیم روح الله خمینی در تهران آغاز شد و کم کم در خاورمیانه پراکنده شد و امروز شعله‌های آتش و نفاق میان قشرهای مختلف مسلمانان به بقیه نقاط خاورمیانه رسیده و همچنین تروریسم اسلامی که آغاز کنندش روح الله خمینی بود و جمهوری اسلامی با پول ملت ایران او شروع کرد، امروز می‌بینیم که کشورهای دیگر هم در رقابت با جمهوری اسلامی دست به یک چنین جنایتی می‌زنند، یعنی برای ایجاد جنایت، حالا به صورت غیر مستقیم خرج کردن برای تروریست‌ها، پیدا کردن اونها، تجهیز کردن اونها و دادن اسلحه به اونها، دادن اطلاعات به اونها و تأمین مالی، امکان این فراهم کردن که تروریست در سراسر جهان تسری پیدا بکنه. این مسئله تروریسم به لحاظ اقتصادی به جهان صدمه زیادی وارد کرده. من نمیگویم فقط به کشورهای خاورمیانه، به سراسر جهان، یعنی هزینه های بسیار سنگینی که امروز کشورهای مختلف دنیا در مورد مسئله تروریسم دارن متحمل میشوند، بایست بر روی دوش دولت هایی که احتمالاً وضع اقتصادی خوب هم ندارن، به خصوص کشورهای مختلف کوچک اروپایی. همه اینها و به اضافه نگرانی و تشویشی که مردم عادی دارن و به اضافه این که پس لرزه های اون رو ما امروز به خصوص در ایالات متحده آمریکا میبینیم،
که هر چند هفته یک بار یک کسی اسلحه کشیده است، یا در یک پادگان نظامی، یا در یک مدرسه، یا در یک فروشگاه، یا در یک مکان عمومی دیگر، در بیمارستان، در پارک، ادهی رو به آتش گرفته و کشته و زخمی کرده. واقعا شما تصور میکنید که یک چنین وضع فجیع و وخیمی که خود این غربی ها و در رأس اونها ایالات متحده آمریکا و در کنار آمریکا این زائده آپاندیسیت مزمن عفونی، یعنی حکومت استعمارگر انگلستان، در طی این سالها دنبال کردند کجا خواهد برد ما رو و کجا خواهد برد اینها رو. من همطور که اگر آشنا بشیم به باور من یک شخصیت مشخص ناسیونالیست بودم از آغاز کار سیاسی. می همه می دونن که نسبت به ترزمین همیشه تاکید داشتم. چرا این حس رو دارم به عنوان یک ایرانی یا اصلا بزرگترش بکنید به عنوان یک انسانی وقتی نگاه می کنم به دنیای پیرامونم، چرا فکر می کنم که یک شخصیتی که باور به ناسیونالیست داشته باشه، باور به سرزمین داشته باشه، می کنه انسان سازنده تری باشه؟ این برمی گرده به خانواده، برمی گرده به اصطلاح خانواده های کوچکتر، شهرستان، شهر، دهکده، خانواده و مسئولیت. اگر من نسبت به خانواده خودم، نسبت به شهر خودم، نسبت به سرزمین خودم اگر احساسی داشتم، شما مطمئن باشید که برای همسایم هم احترام قائلم. نتیجتاً با این باور من همیشه کلاهم رو برای نگهبانان این سرزمین‌ها برمی‌دارم. حالا اون میتونه یک نظامی باشه، اون میتونه یک شخصیت اطلاعاتی باشه، و اون میتونه هر کسی که به نوعی اشاره به فرهنگ و هنر ما داشتیم، اشاره به پیشینه های بسیار خوب ما داشتیم، کسانی که نگهبان این اداره ها باشن. و به باور من باز که شاید بارها این رو در برنامه های رادیویی و تلویزیونی نوشتاری خودم عنوان کردم، شخصیت های اطلاعاتی هستن. چرا؟ من باور دارم که کسانی که در خط مقدم این نگهبانی قرار دارن شخصیت های اطلاعاتی هستن. به یه مثال شما فکر کنین آقای ترامپ الان اومده تمام حرکت ها رو انجام داده، تمام باورها رو یا گرفته یا کم یا زیاد داره شروع کرده به یه سری حرکت های پس از انتخاب شدن در محدوده با نام جمهوری خواه. اینجا کی وارد میشه؟ سیایی وارد میشه، فرمین اطلاعاتی وارد میشه. میگوید این خطهایی که ما داریم چیست؟ یعنی ما باید باور بکنیم که حتی بالای دست تمام حرکت های سیاسی هر کشوری، حتی امریکا، فرمانه اطلاعاتی خواهد داره. میگوین چی میشود که کمک بکنه برای اینکه ما اینجا رو حافظ باشیم. پس من اجازه بدین همینجا یه نقلی بزنم به یک اشاره که یه مطلبی که با نام آقای رضا طبیب‌زاده این روزها اومده بیرون و این در رابطه با شخصیتیه به نام داگانی که امروز در دسترس نیست، یعنی رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل که در سه دوره ایشون در زمان آقای شارون، در زمان آقای اولمرت و در زمان آقای نتانیاهو این سمت رو داشتن و با شرافت تمام باید خدمت شما عرض بکنم، حتی با این که احتمالا همون موقع از بیماریش رنج میده، یک سال رو هم باز خرید، یعنی گفت من میخوام سر کارم بیستم و به میهنم
خدمت بکنم، این آدم خدمتگزاره، من میخواد میهنش رو حافظ باشه. حالا من خیلی مثال دادم که دلیل این که از توانایی های خودمون باید بشینیم و کلاه خودمون رو قایسه بکنیم ببینیم ما چقدر در ارتباطی با این مهم کوشا بودیم و کجای قضیه تونستن به ما رسمه بکنن و این بلایی که قرار بود در ایران حادث بشه، به باور من اولین کاری که کردن جو، من به کرات این رو گفتم، اولین خطایی که با منتکب شدی جا به جایی ازش بود رسیدی، یعنی به فاصله ای که دست به این مرد بزرگ این شخصیتی که حافظ سازمان اعتماد در این ایران ما بود ترتاب شد به پاکستان، همونجا کمر اعتمادی ما شکسته شد و از اونجا بود که رسمه‌ها به صورتی مشخص در سازمان اعتماد در امنیت، البته با پوزش از همه جوان مردانی که با افتخار همیشه باید از این کار یاد بکنیم، من افتخار این رو نداشتم بینم اجازه این رو میداد که خدمت در این سازمان بکنم، ولی همیشه بهشون افتخار کردم و باور میکنم که بزرگترین صدمه این ها بود، بزرگترین صدمه رو سازمان اعتماد در امنیت ایران و هنوز هم دست بردار نیستن. چرا من به مقاله آقای رضا طبیعی‌زاده دارم اشاره میکنم؟ چون من چندی بار این مقاله رو خوندم، نه یک بار، نه دو بار، چندی بار خوندم، هرچی خواستم باور بکنم که ایشون دلشون برای ایران من سوخته، دیدم یه جای دماغ کسی که ایشون رو باور کنه سوخته. دلیلش هم خدمتتون میگم. در رابطه با اشاراتی که آقای طبیعی‌زاده دارن، اگر خاطرتون باشه آقای دوست ندید، اون یک شخصیت هایی که خیلی سر صدا کرد علی محمدی بود اگر اشتباه نکنم، که به همراه همسرش و رانندش بهش حمله شد در بیرد و همین زمان من با یکی از شخصیت های بسیار بسیار آشنا آقای دکتر واحدی یک مصاحبه انجام داده که من فکر میکنم هایی هستم رو بزدم و آنچه که در منطقه میگوزد در همون برنامه این ساعت سرابی که من بایشون داشتم مطرح کرد. خود یادمون باشه ما هر بار که اتفاقات رو میبینیم باید پشت مسائل سیاسی اون را ببینیم. این آقای رضا طبیعی‌زاده چجوری دل دست گرفته یک دفعه یادش افتاده که آقای داگان معمولیتش این بوده که بره دانشمنده اتمی ایران رو بکشه؟ من به صحت صبحش الان کار ندارم، من مسئول سیاسی برم چون موجه میکنم و نظر ایشون اگر از من بپرسیم به عنوان کسی که در رابطه با این مسائل در عرض 35 سال بزرگ شده، درست من جوان وارد این کار شدم ولی به قول یکی از دوستان شاید یک سه 70 ساله داشته باشد، چون من فقط 19 سالم بود، بیشتر 19 سالم بود که وارد این داستان شدم. این آقا هدفش زدن نتانیاهو ولا غیر، خواهش میکنم من این رو اعلام میکنم که این رو روی سایت هم میذارم و فیسبوک بریم و بخونیم. چرا؟ برمیگردیم به همین سیر رسالاتی که بندی به شما گفتم پس این ها اتفاق میفته. یه دفعه یه روز افرانات میاید همین مسئله رو یه جوره دیگه تو یه لباس دیگه برای این نتانیاهو مطرح میکنه. اتفاقا من دیدم خود اضافه بکنم اگر خاطرتون باشه آقای دکتر، پنجشنبه گذشته شاهزاده رضا پهلوی در نیویورک در یک محفل شرکت کردن در یک نشست که در
در رابطه با هولوکاست بود و آوارد گرفتن در رابطه با مسائلی که با بانان پشتیبانی از تمام کاستی هایی که ما به هر حال داشتیم در رابطه با میخنیمون به این مرد بزرگوار داده شد، به این پادشاهی که من تصور میکنم هر خطری رو از نقطه نظر سیاسی خصوصا در این چند وقتی که دنیا با اینکه دچار تلاطم غیر عادی شده داره تجربه میکنه. ما به ناگاه میبینیم که یک شخصیتی میان مطرح میکنن، توجه بکنید اینا همه یه جوری به همدیگه برخورد میکنیم. به نام شیلدن ادلسون، این آقا کیه؟ این آقای جمهوری خواهه و این آقای جمهوری خواه شما فکر کنید در همین مجلس بی بی سی با بی شرافتی تمام پرسشی از شاهزاده میکنه که به باور من هر نادان سیاسی هم میفهمه که این بازی چه بازی. آقای شلدن جمله اینه که گفتن، اولا من با کمال تاسف باید بگم بسیاری از رسانه های فارسی زبان هم حتی از جمله تلویزیون میهن، از جمله خبررسانی از کشور دیگه و بسیاران دیگه خبر رو تحریف کرده. حتی با باید بگمت شما بگم چون این کارم من کارم کاری وقتان هست چه جوری بردین چه پشت میکروفون حتی میتونه اون شاتایی که گرفته میشه بازی رو عوض کنه، کما اینکه آقای بی بی سی سعی کرد بکنه ولی موفق نشد چون به قدری ما خبر بزاری داشته که این کارو نمیتونستن انجام بدن. یه آقای نمیتونه بیاد تو برنامه رادیویی خودش بگه که آقای شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با آقای ترامپ به اینجا رفته بودن، در صورتی که همچین چیزی نبوده. و بسیار مسئله دیگری که اجازه بدید که بنده اینجا ازش فاکتور بگیرم و برگردم سر پاسخ، این نامه، این خبر و حتی گفتن نام شلدن و اشتباه گفتن پیام اون در دانشگاهی که در رابطه با ایران صحبت کرده اون هم دست را بذاشش. ایشون جمله دارن که این فکته و هست بنده این را خدمت رو بگم که هیچ آشنایی و هیچ نسبتی با این آقای شلدن ندارم، من چون به میهن من مربوط میشه میرم اطلاعات کسب میکنم و وظیفه دارم از سر انسانیت خبر رو درست بدم. شلدن میگوید بمبی در کبیر ایران بیاندازید و با ایران بداند که ما شوخی نداریم و تهران رو وارد باور این بکنید که باید مذاکره بکنید. البته من نمیخوام دیگه وارد این مسئله تدبیریش بشم چون خود حدیث مفصل میخواند آن که نگاه سیاسی داره این کبیر کجا واقع شده و منظورشون چی بوده. حالا چرا آقای کبیرزاده ها، چرا آدم های با افعانی عزیزه هست چون دیگه افرام که جوانه در دیگه میان که میدانست من در رابطه با این موضوع بسیار حساس هستم گفته ایشون حواسشون نبوده مریض بودن این دیگه تحت میراوه هستم بسیار باره من خونه هم مریض شده وقتی مریض شده رفتم خونه همون عمل کردم وقتی از مثلا زیر دارو اینها در آمدم اومدم دوباره صحبت کردم کسی که تحت نظره یا اگه کسی ناراحتی یا اگه کسی قرص میخوره که نیتونی دست به قلم بشه اینه شوخی با ما داریم میکنی چون این جناب در اسرائیل هم داریم میکنی شخصیت هایی که پشت میکروفون از کلیبون دارن، روزنامه دارن، رادیو دارن، دارن اون کار انجام میدن حتی با جرأت دارن بشه رو میدن حتی تمام به اصطلاح حرمت ها رو هم شکستن رو رسیم. نتیجتا من باور دارم که ما باید بزرگتر فکر کنیم. دوباره برمیگردم
سر صحبت اول این حوادثیه که ما میبینیم ابعاد بزرگترش رو ببینیم. این که آقای داگان این مسئله رو عنوان میکنن که در زمان تصدی خودشون دانشمندان اتمی ایران رو کشتن و به وسیله اسرائیل اینها از بین رفتن، آیا هیچ وقت این رو به خودمون زحمت رو به خودمون دادیم که چرا ما هیچ وقت کشور سومی رو نمیگیریم؟ چرا وقتی در مقالات رو میگیریم که اسرائیل جزی از اینجا یا باوری از اینجاست، چرا اونجا رو ما در نظر نمیگیریم؟ اونجا انگلستان رو، اونجا امریکا رو، اونجا روسیه رو و اونجا های دیگر رو. چرا سعی میکنیم به خودمون دروغ بگیم؟ چرا سعی میکنیم آقای تبرزاده ها رو بیای و بزرگ بکنیم و با کمال تأسف، با کمال تأسف شاهد مقالات از این دست در یک همچین بزنگاه های باشیم که حتی خود کشور اسرائیل هم امروز علامت سوال براش که چطور ممکنه که پرونده های آقای مئیر داگان در عرض سالهایی که در بین حیات بود از تمام حرکت های وطن پرستانه ایشون هیچ اسمی نمیاره؟ همون آقای اخرونوت که زیر سلطه همون کسانی هست که پشت رادیو میشینن و قلم به دست میگیرن و در خلاف مصالح کسانی که وطن پرستن در اسرائیل. آخه یاده باشه ما فقط این مشکل در من بکنم خودمی نداریم، ما اونجا داریم که سایت نسیر نویست نیستن، جهان وطن هستن و خیلی هم دوست دارن که جزی از جهان بزرگ بشن. اونا برن توی اون داستان هایی که به خیال خودشون انجام میشه که خوشبختانه دیدیم انجام نشد. چرا زمانی که میدادان جلوی این حرکت زشت و پدید ترکیه رو گرفت شما صداتون در نیومد؟ رادیوهایی که 48 ساعت بعد اخبار ماقی مرمره رو پخش کردیم و امضاهای بیوطنان ایرانی رو که به نام اپوزیشن دروغ، همون اپوزیشنی که در رادیو شما سعی میکنید اونها رو اپوزیشن غیر مسئول جا بزنید، در تفسیر سیاسی که میگویید که اینها دارای قدرتی نیستن. چرا دارای قدرت هستن؟ اپوزیسیونی که شما آقای رادیو بهش اشاره میکنین رو اپوزیسیون ضعیف خوده هست که سعی کردین در عرض 370 به نام ایرانی جا بندازید. خودتونین دست ها خونده شده، دیگه نمیتونین به ایرانی ها با هیچ حربین ما به همون اندازه به ارتشمون احترام میذاریم که به سپاهی که باور داره که باید از سراسر ایران من، از تمامیت ارضی من دفاع بکنیم. اون سپاهی هم به همون اندازه بر ما ارتش سر نکنیم، خط کشی بین ارتش ایران بکنیم، سعی نکنید باور من ایرانی رو بر این بذاریم که دیروز گناهش به گردن ارتشی ها بده مسئول من بوده، گناهش به گردن اطلاعاتی ها خریداری شده من بوده. اینها دروغ های درد که مشخص شده و با کمال افتخار آقای مستر احمدی جهان هم برای واقف شده. امروز جهان می داند که در ایران چه می داشته، می داند که فردای امن ایران بستگی مستقیم به سلامتی ایران من شما داره و مطمئن باشیم آقای دکتر، من دیگه بارها گفتم نه از سر تعصب، از سر تعصب جهان زمانی روی آرامش ببینه که ایران من و شما روی آرامش ببینه و این رو به راحتی خودشون متوجه شده. بر سپاسگزار. همینطوره، ایران همیشه به علت موقعیت خاص ژئوپلیتیکی که داره محور ثبات و امنیت در یوراسیا هست و بوده و بایستی دنیا متوجه این موضوع بشود و امیدوار هستیم که این سیاست مدارهای کشفکی که امروز در جهان قدرت رو به دست گرفتن و اعمال
دارند و این معضلاتی رو که یک عده برای مردم ایجاد کردن، یعنی چیزی که گاهی من رو به شدت به فکر فرو می‌بره این است که در روی کره زمین حدود 7 میلیارد انسان زندگی میکنه و شاید حدود چند هزار نفر که در رأس اونها هم چند صد نفر بیشتر نیستند، این جمعیت بسیار زیاد رو هدایت میکنه به اون شکلی که میخواد و تمام این جنگ ها و گرفتاری ها و فرصت طلبی ها و زیاده طلبی ها و استعماجوی ها همه و همه خواست اون چند صد نفر و ایادی چند هزار نفره اونهاست که کره زمین در یک چنین شرایط بسیار اسفناکی داره به سر میبره. امیدوار هستیم که این وضعیت به نوعی در روی کره زمین خاتمه پیدا بکنه. البته آنچه که من به شخصه بهش دلبستگی پیدا کردم این است که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نه تنها مردم آمریکا بلکه مردم جهان خواستار یک تغییر اساسی هستند و به همین جهت است که ما می‌بینیم آقای اوباما در طول مبارزه در میان کاندیداهای جمهوری‌خواه برنده شد و سرانجام هم حزب ناگزیر است که او رو تایید بکنه و من تصورم این است که میان مسافی که او در نهایت با خانم کلینتون از حزب دموکرات خواهد داشت منظور شما آقای ترامپ بود آقای دکتر احمدی، درسته؟ چون تعلیق اوباما ترامپ ترامپ مسلمان پیروز خواهد بود به اعتقاد من و دلیل این پیروزی هم این است که جامعه جهانی صرف نظر از این ترفندهای سیاسی، بازیهای سیاسی که جریان دارد و بسیار هم ناوهنجار هست منتظر یک تحول است و مردم در آمریکا و شاید در اکثر نقاط جهان و اکثریت مردم خواهان این تغییر و تحول هستند و من امیدوار هستم که این تحول به گونه‌ای انجام بشود که یک تغییر اساسی در ساختار حکومتی آمریکا به وجود بیاد و این وضع اسفباری که در این مملکت هست و سالهاست که رایج بوده و آمریکایی‌ها با این ترتیب دنیا رو به خاک و خون کشاندند در یک عصری پس از جنگ جهانی دوم به خصوص اینها این ادعا رو داشتند که به علت وجود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ناگزیر هستند به این لشکرکشی‌ها دخالت و تغییراتی که در جهان به وجود آمد امروز دیگر اون مجوز وجود نداره. امروز دنیا از اون حالت دوقطبی خودش خارج شده و احتمالاً آنچه که ما شاهد هستیم جهان یک قطبی است، چند قطبی است و این جهان یک قطبی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به وجود آمد و ایالات متحده آمریکا او رو رهبری میکرد اون هم امروز کمرنگ شده، با اینکه هنوز آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان است اما رهبری آمریکا در جهان دیگر اون رهبری سابق نیست خوشبختانه و امروز قدرت‌های دیگری در جهان به وجود آمده اند و ناگزیر از دنیا قدرت رو میان خودش تقسیم بکنه. اما آنچه که من بیشتر توجه میکنم مسائل فرهنگی است که میرود به اون سمت و سوی که غلبه بکند بر مسائل دیگر و به هر حال مسائل ژئوکالچورال هر روز اهمیت بیشتری پیدا میکند و حتی مسائل ژئوپلیتیک هم تحت تأثیر این مسائل فرهنگی و منطقه‌ای است و جهان امروز درگیر یک مسافی است با آنچه که همون گروه اندکی که من پیشتر نام بردم و در قالب نظم نوین جهانی میخواهند تحولاتی رو در دنیا با
کمک تکنولوژی فرومودن ایجاد بکنند که در نهایت منجر می شود به یک گروه اکثریت مطلق برده و یک گروه بسیار اقلیتی که همه منابع و قدرت رو در جهان در دست می دهد. در برابر این نظم نوین جهانی امروز حرکت دیگری وجود دارد که اون هم ناشی از پیشرفت تکنولوژی به خصوص در 20 ساله آخر قرن 20 است و اون حرکت در واقع جهانی شدن یا گلوبالیزیشن هست. گهگاهی حتی کارشناسان سیاسی و بسیاری از مردمانی که دستن در کار هستن و حتی گاهی ژورنالیست‌ها این دو موضوع رو با یکدیگر ابهام میکنن یا اشتباه میکنن و این کاملا غلط است. آنچه که گلوبالیزاسیون میآورد در واقع مغایرت با فرهنگ‌های کوچک و محلی ندارد، بلکه به دنبال رشد و بالندگی فرهنگ‌های منطقه‌ای، اقتصادهای منطقه‌ای، اقتصادهای کشوری و در نهایت همه این اقتصاد کشورها، فرهنگ کشورها و ملت‌ها در یک تعامل و همزیستی با یکدیگر یک فرهنگ جهانی رو وجود بیاورند. و این درست در نقطه مقابل چیزی قرار گرفته است به نام گلوبالیزیشن، به نام نیو ورلد اوردر یا نظم نوین جهانی، که میخواهد همه فرهنگ‌های محلی رو نابود بکند، اقتصادهای محلی رو از بین ببرد. این شرکت‌های عظیم چند ملیتی که امروز در سراسر جهان حضور دارند، شما ملاحظه بفرمایید که در همین گیر و دار مسئله برجام بلا فاصله شایع شده بود که مکدونالد قرار است که در ایران شعبه بزند. اتفاقا یکی از این تفسیرگران سیاسی در تلویزیون من دیدم که مقایسه میکرد مکدونالد رو با غذاهای محلی ایرانی و میگفت که غذاهای ما بسیار بهتر است و این آقا توجه نداشت که این کمپانی های پرقدرت چند ملیتی امروز چه نقشی رو در جهان بازی میکنن. در مرتبه اول در جهت از بین بردن و زدودن ملیگرایی و ناسیونالیسم در کشورها، یعنی زمانی که کوکاکولا یا مکدونالد یا هر کمپانی بزرگ دیگر چند ملیتی در یک سرزمین وارد می شود، اولین کاری که می کند افرادی از همون کشور استخدام می کنه و ضمن آموزش هایی که در این کار به اینها می دهند، در واقع اینها با یک طرز تفکر جدیدی آشنا می شوند که وابستگی اینها به اون کمپانی بیش از وابستگی اینها به کشور و ملتی خواهد بود که به اون تعلق دارند. و اینها در کنار مسائل اقتصادی، در کنار قدرتی که این کشورهای چند ملیتی پیدا می کنند تا بتوانند در کشورهای مختلف، همچنان که ما در آمریکای جنوبی شاهد بودیم که چه کودتاهای راه انداختن بر سر مسئله تلکامیکیشن و اداره تلفن، یا در کشورهای آفریقایی در مزارع نیشکر و مزارع کشاورزی دیگر، و هر کجای جهان اینها هر موقع که خواستن و با توجه به قدرت اقتصادی که داشتن و با استفاده از قدرت سیاسی بسیاری از مقامات محلی رو توانستن بخرن، کودتاهای درست بکنن، تغییرات رو وجود بیاورن. این موضوع کاملا در جهت خلاف این موضوع که میخواهد فرهنگ ها حفظ بشود و اقتصاد جهانی اقتصاد مشترک سازنده و بالنده باشد. امروز بزرگترین موزنی که جهان ما با اون مواجه است، که خاورمیانه و کشور ما هم بخشی از اون محسوب میشود، در واقع تقابل میان گلوبالیزیشن هست با نیو ورلد اوردر یا جهانی شدن است با نظم نوین جهانی. و به همین جهت است که ما یک نوع سردرگمی رو امروز در کاخ سفید میبینیم. یعنی آقای اوباما، شاید اگر اوباما در کاخ سفید نبود و شخص دیگری هم بود، اون همین سردرگمی رو داشت، زیرا که پیش از اون در دوران جورج بوش هم ما دیدیم که چقدر اشتباهات انجام شد و همه این اشتباهات به خاطر این است که خود اون افراد هم محاصره شدن توسط افراد دیگر و در مجموع همه این اطلاعات ضد و نقیض رو در اختیار یک نفر میگذارن و اون شخص در نهایت باید تصمیم گیری بکنه و گاهی این تصمیم ها هم
درست نیست. به همین جهت دنیا دارد یک مرحله بیماری رو طی میکنه و اگر این ویروس نظم نوی جهانی بتواند بر بدن جهان غلبه بکند، ما شاهد بسیاری از جنایت های بزرگ، بی خانمانی های بسیار بسیار گسترده در سطح جهان، بی آبی ها، تلف شدن مردم از بی غذایی و بسیاری مصیبت های انسانی دیگر در روی کره زمین باشیم. و اگر این دیگری میتواند غلبه بکند، یعنی گلوبالیزیشن با استفاده از این تکنولوژی مدرن و به کار گرفتن این تکنولوژی در جهت خدمت به بشریت، در جهت توسعه آموزش از طریق اینترنت در نقاط دورافتاده، در نقاط کوهستانی، در دشت‌ها، در دل جنگل‌ها و بسیاری مسائل دیگر که تکنولوژی دسترسی به بسیاری از مناطقی که امروز حتی قابل دسترسی نیست رو برای بشر آسان می‌کند و پیشرفت‌های بسیار عظیم در علم پزشکی و در جراحی، در اقتصاد، در حمل و نقل و همه پیشرفت‌هایی که روز به روز شاهدش هستیم و حاصل می شود. اگر این پیشرفت ها توأم بشود با یک خردمندی جهانی و توأم بشود با یک عدالت و دادی که لازمه بقای جهان و وجود زندگی در روی کره زمین است، زیرا که جهان ما جهان هوشمندی است که در درجه اول بر روی پایه داد و عدل استوار است و این داد امروز از بین رفته است و بسیاری از فجایعی که ما امروز در منطقه و در جهان میبینیم در نتیجه تقابل این دو سیستم فرهنگی بزرگی است که در جهان در جریان است و امیدوار هستیم که در نهایت آن نیرویی که به نفع بشریت کار میکنه پیروز بشود و شاید میتوانم بگویم که انتخابات آینده آمریکا فصل نوینی است برای اینکه ما ببینیم جامعه جهانی به کدام سمت و سو خواهد رفت و شاید در چند ماه آینده این وضعیت مشخص بشود و امید من شخصا بر این است که جامعه جهانی به سوی آرامش و آسایش و بلندنظری و داد و دهش برود و از این وضع فجیع کنونی جهان خارج بشود. به تبع کشور ما هم که بخشی از جامعه جهانی است و بخشی از منطقه خاورمیانه و یکی از کشورهای بسیار بسیار پر اهمیت جهان است و دارای ارزش فوق‌العاده است، هم به لحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ کانها و معادنی که در ایران هست و ثروت سرشاری که در اون مملکت است، امیدوارم در این گردش در ایران هم تحولاتی پیدا بشود، مردم ایران اون امید از دست رفته رو مجددا پیدا بکنند و بتوانند با اتکا به نیروی خود، نه با توجه به نیروی بیگانه، با اتکا به نیروی خود این رژیم فاسد اهریمنی رو در ایران به زیر میکشند و یک نیروی مردمی، یک حکومت مردمی در ایران روی کار بیاید تا بتواند کشور رو مجددا به چرخهای درست و راه درست برگردند. بسیار سپاسگزار هستم از شما و نظریاتی که امروز ارائه فرمودید. تقریبا به پایان وقت رسیدیم، چند دقیقه بیشتر فرصت نیست. اگر شما مطالب دیگری دارید بفرمایید، در خدمت شما هستیم و گوش می‌کنیم. تمام می‌کنم. آقای بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر احمدی، مثل همیشه به خاطر بزرگواری که داشتیم برای اجازه بدیم که در خدمتتون باشم. ممنون از دعوتتون. من در رابطه با صحبتهایی که داشتیم اشاراتی رو در رابطه با فرهنگ ما و اون مقاومتی که ما در طی تاریخ توانستیم داشته باشیم، چون اگر یک نگاه اجمالی به کشورهای پیرامون ایران بیاندازیم با اتفاقات مشابهی که ما متاسفانه در عرض چند سال پیش داشت مواجه شدیم، بدون شک ایران یکی از مقاومترین و یکی از سربلندترین مماریکی بود که با همه این تهاجم ناجوانمردانه که در عرض این سالها تجربه کرد توانست
استادگی بکنه. و استادگی هم باید سر میگرده به دلیل اون توانایی که از میراث فرهنگی خودش به جا مونده میتواند داشته باشد و ما برای پاسداری از اون و در کنار تمام تلاش هایی که در ارتباط با آبادی آزادی ایرانمون داریم انجام میدیم، چگونه میتونیم ما با این مهم هم پیمان بشیم و اون رو به کمک بگیریم به باور من برای پایداری بیشتر در رابطه با همه این تهاجماتی که بوده است و احتمالاً روزهای سختی هم پیش رو داریم، پشت سر فقط نداشتیم و امیدوارم که در رابطه با این مهم بتوانیم با شما گفتگوی داشته باشیم در یک فرصتی که اجازه بده برنامه شما، وقت شما، و ما فکر میکنم که بسیار بسیار مهم هست و ما میتوانیم از این مهم استفاده بسیار بکنیم که متاسفانه به دلیل فشارهایی که داشتیم تا به امروز به اون بسیار بسیار بیتوجه بودیم. به پاسخ فراوان مجددا از حضور شما در برنامه و از نظریات شما امیدوار هستم که در برنامه های دیگر هم در خدمت شما باشیم و از نظریات شما همه همیهنان عزیز ما استفاده بکنن. دیگر باید سپاسگزاری میکنم از جناب توکلی گرامی و بایستی عرض بکنم که فردا که مصادف با سالروز رادمرد بزرگ ایرانی ابوالقاسم فردوسی است، سالروز جناب توکلی هم هست، روز تولد ایشان هم هست و اجازه بدهید که پیشا پیش این روز فرخنده رو به ایشان هم شاد باش بگوییم. آقای توکلی هم در دوران زندگی کاری و سیاسی خودش در سالهای سه دهه گذشته نشان داده است که مردی است مبارز و میهن‌پرست و همواره کوشیده است که در جهت اطلاع فرهنگ ایرانی و رساندن صدای ایرانیان به دیگر کوشش بکند و در این راه من چون این فرصت رو داشتم که از نزدیک شاهد زندگی ایشان باشم و آشنایی داشته باشم با طرز کار و نحوه زندگی این مرد، به طور یقین به همه شما همیهنان عزیزم میتوانم بگویم که او هم یک مرد بزرگی است، قابل قدردانی و کسی است که زندگی خودش رو برای میهنش گذاشته. البته یک کسی تفنگ به دست میگیرد در جبهه ها برای میهنش میجنگد، کسی با قلم این کارو میکنه، کسی دیگر با بیان این کارو میکنه و کسی با دانشش این کارو میکنه. هر کسی در هر زمینه‌ای که بتواند خدمتی بکند، اگر خدمت گذار کشورش باشه، اون خدمت رو بایستی قدردانی کرد و سپاسگزاری کرد. و من زن شاد باش به این دوست دیرینه گرامیم سالروز ایشون رو هم شاد باش عرض میکنم و برای جناب توکلی گرامی بهترین آرزوها رو دارم و طول عمر همراه با شادمانی و تندرستی. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر. این باعث خوشبختی من هست که اولا دوستانی مثل شما و بانو شوره نظر دارم، دوم که الان زادروز من 25 اردیبهشت اتفاق افتاده. این هم از شانس میهنی من بوده، به خاطر اینکه من جانم را فدای میهنم میکنم، کردم و تا زنده باشم در خدمت میهن پرستان مثل شما و دوستان دیگر هستم و به شما واقعا افتخار میکنم. درود فراوان بر شما. من با اجازه شما و بانو نظر بدرود میگویم به همیهنان و سپاس میگویم از رادیو سرباز در اروپا و تا برنامه دیگر بود و پاینده ایران عزیز ما. بسیار سپاسگزارم. پاینده ایران بانو نظر. با
پاینده ایران و رو تبریک خدمت شما و سپاس از جناب آزادی و آقای بنابادی نازنی برای اینکه صدای ما رو رسوندید به شنوندگانتون. بی نهایت ممنونم. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.